ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا، ماه شوق. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو امامه خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روزه سپر است از آتش دوزخ و پناهگاه از پناهگاه های مؤمن است. تمام عمل برای صاحبش می باشد بجز روزه. خداوند می فرماید روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم. روایت طبرانی. علما در شرح این حدیث می گویند روزه چون پرده بین روزدار و دوزخ است و سبب نجات او می باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه را برای مؤمن چون قلعه شماریده اند. خداوند به واسطه ثواب روزه را به روزداران عطا می نماید و البته این پیش از همه به فضیلت و شرف روزه دلالت می کند. شنونده عزیز، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که روزه یک سپر بین ما و بین آتش دوزخ می شود. پس با داشتن روزه بین خود و بین آتش دوزخ سپر تیار بکنیم. و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که روزه این یک مانند قلعه است که ما را حفظ و حمایت می کند. و این چنین در پایان حدیث خداوند می فرماید که روزه تنها برای من است و من پاداشش را می دهم. پس خوش به حال آن شخصانی که در ماه شریف رمضان روزه می گیرند و آن مسلمانانی که خود را مسلمان می دانند و تا حاضر روزه نگرفته اند، در حق آنها دعا کنیم که خداوند آنها را برای راست هدایت فرماید و این رمضان آنها روزه خود را بدارند. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیشه گرفتند.